بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود تقدیم به شما ملت شریف افغانستان. انشالله در هر کجا که هستید و برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا را نگاه میکنید، همیشه صحتمند و سلامت، جانجور، تیار و خوب و خوش باشید. عزیزان و بزرگواران، امروز 12 قوس 1401 مصادف است با 3 دسامبر 2022 و روز جهانی معلولین و یا در واقع کم توانان. در این روز ما میخواییم که بیشتر در مورد شرایط ای افرادی که گرفتار یک وضعیت دگرگون و متفاوت از بقیه انسان ها هستند صحبت بکنیم، فکر کنیم، تلاش کنیم تا نره درک کنیم و ای را بپذیریم که ای افراد کمتوان، افرادی هستند مثل بقیه انسان ها، حق دارند مثل همه ما از حقوق انسانی بهرمند شوند و نباید معلولیت علت و سببی شود که از حقوق حقه خودشان باز بمانند. اما شما دوستان بزرگوار از کدام دست از مردم هستید؟ آیا از کسایی هستید که وقتی یک معلول را میبینه با تعجب به او نگاه میکنه، یا کسی که وقتی یک فرد کمتوان را میبینه خدای خدا شکر میکنه که خدا را شکر که ما گرفتار این مصیبت نشدیم، یا که برایش دلسوزی میکنه و یا که کاملا بی تفاوت از کنارش تیر میشه و به غمش اهمیت نمیده؟ امیدوارم که ما و شما دوستای عزیز در این روز که روز جهانی معلولین و کمتوانان است، به خودمان این فرصت را بدیم تا فکر کنیم و بهترین تصمیم را در مواجهه و برخورد با این افراد بگیریم. به همین مناسبت ما مهمان عزیزی را در برنامه دعوت کرده ایم تا در این برنامه اختصاصاً در مورد تجربیات خودشان از مواجهه و رفتار با معلولان صحبت بکنند و ما بتانیم یاد بگیریم از ایشان که چگونه رفتار داشته باشیم. اما قبل از اینکه گفتگوی خود آغاز بکنیم، اجازه بدین تا یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم مهمان بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدید خانم محمدی. ابتدا یک سلام خوشپرسی با بینندگان محترم ما داشته باشید، باز ادامه بحث در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. سلام، اول شروع میکنم با نام و یاد خدا. ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردین. زنده باشید. من زهرا محمدی هستم، پیراپزشکی و حدوداً 14 ساله که در یک مؤسسه خیریه آموزشی درمانی در کنار معلولین با اونا فعالیت و کار کردیم. بله، بسیار تشکر از شما خانم محمدی بزرگوار. اما خانم محمدی، سوال اول است که یک معلول یا یک فرد کمتوان چه کسی است؟ چه ویژگی باید در یک فرد باشه که ما بتونیم رو در داخل در طبقه بندی معلولین و یا کمتوانان بگذاریم؟ خب ببینین، اول اینکه همه ما آفریده خدا هستیم. بله. و فرق نمیکنه که حالا یک کسی با یک نقص باشه یا یک کسی در بهترین صورت خود، دیگه این نگاه مردمه به افراد. درست. ولی افراد معلول اونطوری که مثلا جامعه بخواد تعریف کنه، شخصی هستش که یک سری نقص هایی در وضعیت عمومی بدن خود داره. ممکنه که ذهنی باشه، ممکنه که جسمی باشه. حالا این نقص ها ممکنه که مادرزادی باشه. بله. یا به صورت اکتسابی باشه، یا به صورت اینکه بالاخره در اثر حوادث، اتفاقات یا جنگ هایی که اتفاق افتاده در کشور ما، این معلولیت ها به وجود بیاد. پس معلول یک فردی است که یک نقصی در ظاهرش است و ما اون نقص را میبینیم و متوجه میشیم. شما با نکته بسیار زیبای اشاره کردید خانم محمدی که واقعیت امر است که ما
بینندگان عزیز، افراد دیگه افراد را دسته بندی میکنیم، میگیم این نفر یک نقص دارد، دیگه این نفر نداره. واقعیت است که یک نگاه شاید بسیار ساده انگارانه ای باشه، از او جهت که همه ما انسان ها نمیتونیم، هیچ کدام نمیتونیم ادعا بکنیم که ما با کمال خودمان رسیده ایم. شاید او فرد معلول در یک زمینه با یک حد بسیار زیادی از تکامل و کمال رسیده باشه که ما انسان های به ظاهر معمولی و به ظاهر سالم حتی به گرد پایش هم نرسیم. همین رقم نیست خانم محمدی؟ بله، ما معلولین توانیابان یا کم توانهایی داشتیم توی مؤسسه که باشن آشنایت داریم که ماشاءالله انقدر اصلا اون ظاهر معلولیتشون اصلا به دید نمیایه، به چشم نمیایه، انقدر که فعال، انقدر که پرتوان هستن و ممکنه اندازه 10 نفر آدم سالم در حال کار کردن، در حال پیشرفت و ترقی هستن. پس در واقع میشه گفت که اگر که یک برخورد درست با معلولین شوه، معلولیت نمیتونه مانع فرد شوه برای که به پیشرفت برسه، برای که استعداد خودش نشان بده. قطعاً همینطوره. میبینین وقتی که یک شخص توی جامعه هست، خب حالا شخصی که حالا ممکنه دچار این معلولیت باشه، بله، این ما افراد هستیم که میتونیم خیلی روی این افراد تاثیرگذار باشیم. مثلا الان نگاه کنین توی جامعه ما چیزهایی که مثلا ما حقوقی که ما داریم برای معلولین شاید چندین برابر کمتر باشه. مثلا همین حق تحصیل، بله، معلولای ما مثلا مثل آدمای عادی نمیتونن از این تحصیل استفاده کنن و این ما هستیم که باید در این زمینه با اونا اونگونه که رفتار مناسب تر هست را داشته باشیم، با اونا به این چشم نگاه نکنیم که ای چون معلول هست پس توی این سطح نمیتونه حضور داشته باشه یا توی این فلان مدرسه نمیتونه حضور داشته باشه یا این فلان رشته را نمیتونه بره. اینا رو باید کارشناسانه، روانشناسانه با اینا برخورد شوه و مسیر اینا هموارتر شوه با کمک ما مردم عادی. درست میفرمایید. ما در همین زمینه خانم محمدی یک چیزی به خاطر ما آمد که برخی از افراد هستن یک رقم معلولیت است که از جای خود تکان خورده نمیتونن، حرف و گپ هم نمیتونن بزنن، بخی دستایشان یا یک رقم متفاوت است، یک قلم و دست گرفته نمیتونن. یک معلولیت بسیار شدید است که مادرزادی است. ما موارد بسیار را دیدم که مادرها، پدرها و مادرها سعی میکنن که خب میبینن طفلمان از خانه از جای خود تکان خورده نمیتونه، پس او را در جای خود میگذارن، دیگه در خانه است، دیگه ممکنه که 30 ساله 40 ساله آدم باشه و اید رنگ بیرون از خانه را هم ندیده باشه. اما چند وقت پیش در فضای مجازی در اینترنت دیدم که یک دختر خانم بود دقیقا همین معلولیت را داشت ولی یک نقاش بسیار خوب شده بود و یک نقاشی های بسیار زیاد رسامی میکرد، بسیار زیبا میکشید و ما بخی تاثیر اومد که یک فرد سالم هم نمیتونه این رقم بکشه که نمی فرد کشیده. درست. پس درست. نتیجه میگیریم که معلولیت نمیتونه که محدودیت باشه اگر ما حمایت بکنیم. درسته. الان ما طبق آماری که توی این مؤسسه داشتیم حدود 50-60 نفر آه. از همین معلولینی که واقعا شما میگین هیچ حرکتی نداشتن، حتی مثلا خودشون کارهای شخصی خود به راحتی نمیتونستن انجام بدن، حتما باید مثلا یکی میبود که این کارا رو با اونا انجام بده، حتی مثلا لباس پوشیدن خودشون نمیتونستن و خانواده باید این کار برشان انجام میداد. ولی آمدیم چیکار کردیم؟ یک سری کلاس ها برای اینا گذاشتیم، کلاس های مثلا ورزشی، فیزیوتراپی، با اینا خیلی کار کردیم، دستایشان حرکت پیدا کرد. یعنی وقتی ببینید معلول وقتی که یک جا هست کسی با او حرف نزنه، با او کار نکنه، ده بیرون نروه، مدرسه نروه، ده مهمانی نروه، مجلس نروه، خب او وقتی که همیشه در گوشه خانه باشه، بله، همونطور ده وجود از اون خودش همین قبول میکنه که من پس همینجا هستم، توی گوشه خانه هستم که حتی کار خودم نمیتونم انجام بدم. ولی وقتی که ما آمدیم با اینا صحبت کردیم
کلاس‌های روانشناسی برای اینا گذاشتیم، با استادهای پزشکای روانشناس آمدن اینا رو با اینا صحبت کردن. نگاه میکنیم که الان ماشاءالله همین معلولین خودشان، درسته که مثلا از جای خود بلند شده نمیتونن، درسته که ویلچری هستن، ولی کارهای شخصی خود با همو وضعیت خود انجام میتن، لباسای خودشان میشورن، میپوشن، کارهای شخصی خود انجام میتن. بعضی از اونا انقدر که مثلا با روحیشان خوب، مثلا افراد جامعه هم که کلاس هایی که دیده باشن پزشکا برگزار کرده بود، انقدر که پیشرفت داشتن، ماشاءالله الان نگاه میکنی برای خود کارگاه های تولیدی زدن، نگاه میکنی انگشترسازی زدن، مغازه های انگشترسازی، کارگاه های نقاشی، حتی نگاه میکنید توی فضای مجازی ماشاءالله اینا انقدر پیشرفت کردن که چه گروه ها چه مجموعه هایی دارن و توی کارهای تبلیغات و بیزینس و اینا از اندازه چندین نفر بگین شما آدم سالم اینا دارن فعالیت میکنن و اندازه بگین 10 نفر ببخشید آدم سالم دارن اینا درآمد کسب میکنن و خانواده های خود حمایت میکنن. ماشاءالله بسیار عالی و واقعا بگویم که باید اگه مانده نباشید بسیار ویژه به شما بگویم و به دیگه افرادی که چنین مؤسسات را دایر میکنن و تلاش میکنن که افرادی که در جامعه متاسفانه از دیگه افراد پس ماندن به خاطر شرایطی که برایشان تحمیل شده بتونن خود بکشن، خود بالا بکشن و موفق شون. بسیار تشکر از شما. اگر اجازه بدین یک میان برنامه بسیار کوتاه را ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255 43 در اختیار شماست و شما همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال به ویژه از مهمان عزیز امروز ما دارید برای ما روان بکنید، سعی میشه که حتما در همین برنامه با سوالات شما پاسخ داده شود. بعد از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا من آغاز می کنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و ثواب را می جویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام، و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم، پس ای خدای شنوا سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر، که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم و غم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر بر خلق نموده ای و زنجیرهای بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفتم و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش بر تمام نعمتهای بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست.
سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. بینندگان عزیز و محترم، همچنان با برنامه خودتان، برنامه روشنا در خدمت شما بزرگواران هستم. به خاطر وقفه ای که ایجاد شد از حضور شما معذرت خواهی میکنم. بالاخره برنامه زنده است و این مسائل ممکن است که پیش بیایه. اما بینندگان محترم، شما میدونید که برنامه از طریق اینترنت هم به صورت زنده پخش میشه. میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه را ببینید و یا از طریق فیسبوک برنامه را دنبال بکنید و نظرات خودتان، سوالات، انتقادات و یا پیشنهادات خودتان را برای ما کامنت بکنید. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم، با مهمان محترم برنامه خانم محمدی بزرگوار که در یک مؤسسه خدمت رسانی به جامعه معلولان و کم توانان خدمت میکنند و کار میکنند. خانم محمدی عزیز، با توجه به تجربیات چند ساله شما در مؤسسه ای که تشکیل دادید، در این جایی که تشکیل دادید برای کم توانان و معلولان، به نظر شما عمده مشکلاتی که یک فرد کم توان میتونه که با او مواجه شود در زندگی چی میتونه باشه؟ خب معلولیت واقعا همه معلولین یا کم توانان به یک صورت نیستن. بله. بعضی هاشون نگاه میکنین که مثلا دچار معلولیت ذهنی هستن. خب طبیعتا بیشتر نیازهای درمانی و آرامشی باید از سمت مردم و خانواده باشه به سمت اونا که اونا راحت تر این پروسه را بگذرانن. ولی بعضی از معلولیت ها هستن که حالت ویلچری هستن. بله، به اصطلاح بله. خودمان با ویلچر نقص پاهایشان یا نخواهشان دچار مشکل هست که خب اونا فکرشان، روح و روانشان، همهشان مثل ما مردم عادی است و توقعشان و دیدشان به جامعه مثل ما هست و ما باید با اونها مثل بقیه مردم رفتار داشته باشیم. مثلا اونا حق تحصیل، حق توجه، حق بودن در جامعه، استفاده از کلاس‌ها، کلاس‌های مثلا ورزشی، بگی کلاس‌های درسی یا حتی ازدواج هم باید با اونا مثل بقیه افراد جامعه باشه، چون روح اونا، افکار اونا واقعا مثل یک آدم عادی هستش و ما باید این امکانات بتانیم که شرایط امکانات بتانیم با اونا فراهم کنیم. بخاطر امی شرایط و بخاطر امی امکانات هست که متاسفانه خانم محمدی در کشور ما وقتی که یک فرد معلول میشه، چه از او شدیدترین انواع معلولیت گرفته که کسی نتانه خودش شور بده، تکان بده، چه حتی ساده ترین نوع معلولیت که مثلا میگم یک نفر ناشنوا باشه هم گاهی اوقات قطر فشار زندگی برایش زیاد میشه، اما فرد ناشنوا هم جرئت نمیکنه که از خانه برایه، چه برسه به دیگه افراد. یا وقتی که در جای مثل کابل رو تصور بکنید که خانه مردم در تپه ها است، خو افراد سالم هم به سختی از او تپه پایین میان یا بالا مورن، اما یک فرد معلول چه رقم میتونه که استفاده بکنه؟ شما با توجه به تجربه خودتان چه کاری از دست مردم و یا حتی دولت برمیه برای که خدمت برسانه به افرادی که چنین مشکلی دارن، مشکل حرکتی دارن؟ خب در بحث ناشنوایان، ناشنوا بودن واقعا یک به نظر شخصی خود من که توی مؤسسه با این افراد کار میکردم، خیلی از بچه ها حدود 30-40 نفر از بچه ها بودن که ناشنوا بودن. ما با اونا کار میکردیم، اصلا به نظر من نقص زیاد بزرگی نبود، چون همه کار، فکر، کلاس، درس، تمام کار اینا انجام دادن. من خواهرم خودش معلم همین بچه های ناشنوا بودن، نگاه میکردین انقدر اینا روحیای خوب، ورزشکار، درسخوان، مهربان، انقدر اجتماعی بودن، ولی تنها مشکلشان همین نشنیدن بود. ما آمدیم اینا رو یک کلاسی برگزار کردیم برای اینا. اول از
پزشکای روانشناس من آمدیم استفاده بله. کردیم که ابتدا اینا از لحاظ روحی آماده پیشرفت در زمینه خودشان باشن، حداقل در اندازه خودشان. بعد که یک مقدار اینا آماده تر شدن، برای اینا کلاس های آموزشی گذاشتیم، یعنی همین حروف الف با مدرسه رو اومدیم برای اینا سواد آموزی گذاشتیم. یک مقدار که حالا سواد آموزی رو اینا یاد گرفتن، درساشون یعنی درس مکتب کاملا مانند یک نفر عادی میتونن که یاد بگیرن. بله، اینا ببینین الان نگاه کنین، یکی از بچه های ما هست حدود 19-20 سالشه که بعد از اینکه آبجیم رفتش مسافرت کردن رفتن اروپا، الان ایشون به جای اونا دارن درس میتن. انقدر با همون روش خودشان، خودش ناشنوا هست، خیلی بهتر درک میکنه. اومد اول آموزش ها رو از یک آدم سالم یا به اصطلاح از آبجیم گرفتش، ولی با همون شیوه خودشان خیلی راحت تر میتونه ارتباط برقرار کنه با اونا و حروف و درس و مدرسه و مکتب قشنگ با اونا داره کار میکنه. یعنی خودش یک معلم شد برای دیگه افرادی که اینا می مشکل را داشت. این یک حرکت خیلی ساده و کوچیک بود که ما توی مؤسسه خود زدیم و این میتونه توی خیلی از شهرها و جاهای دیگه انجام شوه. درست است، بسیار عالی. یک مشکل دیگه که خانم محمدی، معلولین ممکنه با اون مواجه شوند، در واقع یک نیاز جدی هر انسان است و اون نیاز بایست که بالاخره ازدواج کنه، تشکیل خانواده بده، از سر و سامان بگیره، در کنار همسر خودش، اولادای خودش با آرامش برسه. ولی تصور عمومی است که این فرد چون معلول است پس نمیتونه یک خانواده را اداره کنه، اگر مرد است نمیتونه خرج بده، اگر زن است نمیتونه که اولادای خود تربیت بکنه. بنابراین پدر و مادر ممکنه بی‌توجه باشن نسبت به این وضعیت و شرایط، بیویژه اگر معلولیتش نسبتاً شدید باشه یا معلولیت حرکتی باشه. در این زمینه تجربه شما چی میگه؟ واقعاً نمیتونن؟ ببینین، باز طبق اون دستبندی که میزان و درجه معلولیت ما داشتیم، خیلی از بچه های ما بود که ماشاءالله با همون وضعیت خود ازدواج انجام دادن. ببینید، باز برمیگرده در همون بحث حمایت روحی روانی جامعه، نگاه جامعه. وقتی که شما حمایت روحی روانی، وقتی ما حمایت روحی روانی رو داشته باشیم، این معلول هم خب 100% رشد میکنه. ببینید، اول ما زمانی که ما مؤسسه رو زدیم، یک مؤسسه آموزشی بود. بله. 3 نفر از بچه های معلول آمدن گفتن که ما هم میخواییم مثل بچه های عادی، مثل مردم عادی بیاییم توی این کلاس ها شرکت کنیم، ولی هیچ جایی نداریم که بخواییم از این درس ها و از این کلاس ها بهره برداری کنیم. بعد ما گفتیم خب چه اشکالی داره، چه ایرادی داره. آمدیم اینا رو سر کلاس نشاندیم، مثل بقیه افراد اینا هم آموزش دیدن، درس خوندن، پیشرفت کردن، کلاس زبان شرکت کردن. بعد نگاه کردیم اینا دوستای خدا آوردن. این 3 نفر شد 5 نفر، 5 نفر شد 10 نفر، 10 نفر شد 20 نفر. همینطوری اینا تعداد همدیگر رو نمیدونم چجوری میشناختن، پیدا میکردن. وقتی که باز ده اینا رفتیم پزشک آوردیم، چون واقعا مشغله های اینا رو میدیدیم، نیاز هایشان رو میدیدیم. اصلا اینا واقعا افرادی بودن که یک گوشه مانده شده بودن و خودشان این رو میخواستن که وارد جامعه شوند. همیشه میگفتن که مثلا ما توی خانه هستیم، کسی ما توجه نمیکنه، ما نمیتونیم درس بریم، نمیتونیم در مکتب بریم، در ورزشگاه بریم، این نیازهای ما هست، ما میخوایم اینا رو انجام بدیم. ما از طریق او پزشکایی که داشتیم، از طریق روابطایی که داشتیم، آمدیم این مراحل دیشون فراهم کردیم. الان هم ماشاءالله نگاه میکنه، یکی از همین بچهای ما که ویلچری هم هست توی مسابقات داره شرکت میکنه، از طریق همین شروع کوچولو توی مسابقات ورزشی بسکتبال هست فکر میکنم که دارن کار میکنن. یکیشان هست واقعا داره بدنسازی کار میکنه، ویلچری هست ولی نگاه میکنی بدنسازی کار میکنه، حتی داره در این برنامه ریزی رو انجام میده که یک باشگاه ورزشی خودش افتتاح کنه، انقدر در حال پیشرفت هستن.
و اینا باید روشون کار شه. ما مردم جامعه نباید این فکر داشته باشیم اونا رو محدود کنیم، بگیم که نه چون وضعیت این رقمه پس نمیتونم. پس یک نکته بسیار مهم است که باید افرادی باشند که حمایت بکنن از افراد معلول. بسیاری از مواقع پدرها و مادرها خوب ممکنه بی سواد باشند، ندانند که چه رقم با اولاد خودشان رفتار بکنند، همونطور که شما تجربه را داشتید. در همین زمینه واقعا همین حرفی که شما میزنین درست، در همین زمینه ما آمدیم اول شروع کردیم از خانواده های اینها. یعنی یک آموزش هایی را به خانواده دادین که بتونن رفتار درست باشه باشن. اگر خانم محمدی چیزا بدن یک میان برنامه را ببینیم، باز مفصلا در همین زمینه با هم گفتگو خواهیم کرد. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255 در اختیار شماست، 40-13 در اختیار شماست و شما میتونید که همین الان هم سوالات خودتون را برای ما روان بکنید. بعد از یک میان برنامه بسیار کوتاه برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را نگاه میکنید از تلویزیون جهانی هادی. ویژه برنامه روز جهانی معلولین است. ما همچنان گفتگو میکنیم با مهمان محترم برنامه، خانم محمدی بزرگوار. خانم محمدی، تخمین میزنند که تعداد کل معلولین و کمتوانان در سر تا سر جهان بیش از 500 میلیون نفر است و بعد از او در مورد کشور ما، کشور افغانستان هم میگن که تقریبا حدودی 11% مردم ما متاسفانه معلول هستند، در حدود 4,500,000 نفر و عمده افراد کسایی هستند که نه به صورتی مادرزادی که از مادر معلول متولد شده باشند، بلکه بر اثر حوادث ترافیکی و در کنار او بیشتر حوادث در نتیجه جنگ، ماینگذاری، ماینهای چسبکی که در بسمه زارن یا که در انتحارها، انفجارها متاسفانه مردم معلول میشن. کسی که سالم به دنیا آمده، چند سالی هم شاید حتی 20 سال 30 سال سالم زندگی کردن، ناگهان چشم خود باز میکنه، خود یک فرد معلول و کمتوان، نگوییم ناتوان، یک فرد کمتوان میبینم. آیا شما در مؤسسه خودتان با چنین افرادی مواجه بوده اید و اینکه آیا تفاوتی وجود داره بین آموزش هایی که به این افراد داده میشه با دیگه معلولانی که مادرزاد هستن؟ بله، اتفاقا هستن افرادی که در اثر همین جنگ ها و انتحاری ها دچار معلولیت و نقص عضو شدن، ولی واقعا نمیدونم چرا این افراد روحیه خیلی شادتری دارن، روحیه خیلی بهتری دارن. اصلا اتفاقا بنا به همون روحیه شاد، به همون خوب بودنشان، توجه مردم هم در اونا بیشتره. البته که اینا خب در اثر این اتفاق برایشون همچی چیزی اتفاق افتاده، خیلی برای ما جایگاهشون عزیزتر هم هست. بالاخره در جنگ و بعضی از اینا در خط مقدم و در جبهه و در اینا دچار
نقص عضو و ضعف شدن، ولی روحیه اینجور افراد واقعا نمیدونم که چرا یک جوری براشون افتخار است. واقعا هم جای افتخار هستش که این افراد در جنگ برای دفاع از وطن و کشور خود دچار این نقص عضو شدن. اگر خانم محمدی یک فردی حالا به هر دلیلی یک نفر در جنگ مره، یک نفر دفاع میکنه از خانه و جایداد خودش، یک نفر کاملا اتفاقی گرفتار یک قضیه میشه، یک گرفتاری برایش ایجاد میشه و کم توان میشه، از لحاظ روحی برای از لحاظ پذیرش معلولیت آیا کدام مشکلی در اینا وجود داره یا نه؟ چون تحملی که یک فرد کاملا سالم مثلا از خانه برایه به مکتب بره، در این حین گرفتار یک انتحار و انفجار شوه و ناگهان زندگیش دگرگون شوه، حداقل در ذهن از من بسیار چیز سخت و دشواری به نظر میرسه. اگر که کدام مشکلی است برای پذیرش، آیا کدام راه حلی هم وجود داره؟ قطعا که راه حل وجود داره. ما از این مورد چند تایی در مؤسسه داشتیم که توسط متخصصان پزشکای روانشناس ما با اینها بحث شد، کلاس ها گذاشته شد، صنف ها گذاشته شد، صحبت ها انجام شد. اوایل آره بنده خدا مثلا یک مقداری حالت گوشه‌گیری داشتن، یک مقداری حالت ناامیدی داشتن و جوش و نگرانی و قصه های خود داشتن، ولی با صحبت هایی که پزشکای ما با اینها داشتن واقعا اینها در جامعه برگشتن، به زندگی عادی خود برگشتن. حالا او یک ذره مشکلی که مثلا برایشان به وجود آمده، ممکنه دچار نقص عضو، دست، پا یا هر قسمت از بدن شده باشن، ولی معمولا اکثر کسا دچار این برمیگرده در روح و روان که ای با یک مقداری صحبت کردن توسط متخصصان این حوزه اون برطرف میشه. و کسایی که دچار این مشکل میشه قطعا نباید از سمت خانواده یا از سمت خودشان دچار ناامیدی و یأس شوند و حتما باید با متخصصان این حوزه صحبت کنن تا به او روحیه و انگار که وضعیت عمومی اصلی خود برگردن. بله خانم محمدی، شما فرمودید که به خانواده ی افراد کم توان کمک میکنید، آموزش میدید، یاد بگیرن که چه رقم با اولاد خودشان رفتار بکنن که اولاد بتونه یک زندگی حداقل بهتری را تجربه بکنه، بتونه به خواستهای خودش برسه. اما من میفهمم به عنوان یک فرد که یکی از عمده ترین و مهمترین مشکلاتی که خانواده های افراد معلول با او دست به گریبان هستن مسائل مالی است، چون قطعا یک فرد معلول نیازمند ابزار، وسایل و چیزایی است که متفاوت است با ابزار که یک فرد عادی نیاز داره و به احتمال زیاد نمی ابزار ممکنه که بسیار گران قیمت هم باشند و هر کس یک خانواده غریب کار خود نمیتونه که مثلا شما فرمودید ویلچر تهیه کنه، خب ویلچر نمیتونه تهیه کنه. یا برخی از افراد معلول که در جای خود افتاده باشن ممکنه که زخم بر سر بگیرن، بیماریایی که بسیار دشوار است، باید همیشه نمیفهمم دیگه ابزارهایی که مورد نیاز است برای افراد استفاده شوه. آیا شما در مؤسسه خودتون کدام کمکی هم از این لحاظ به خانواده میکنید؟ بله، طبق همون دستبندی که برای این معلولیت داریم، مثلا برای ناشنوایان همیشه سعی ما بری بود که سمعک تهیه کنیم تا اینا بتوانن طبق مثل مردم عادی از اصوات اینا استفاده کنن. اینا رو با کمک حالا خیرین یا سازمان ها برای چند نفر تانستیم. میدونید که سمعک واقعا هزینه خیلی بسیار گران است، زیادی داره. یا عملهای جراحی، خیلی از این افراد هستن که با عملهای جراحی میتونن دوباره حالت شنوایی خود به دست بیارن. بله، که اینها رو ما باز با سازمان ها، بیمارستان ها، انجیو ها، با کمک های مردمی تانستیم که این کار برشان انجام بدیم. یا خیلی از معلولین ما همین ویلچر که خودش اصلا مبحثش یک چیز جداگانه ایه، ولی حتی همین افراد ویلچری ما به خاطر اینکه نمیتونن یک قسمت از عضو بدن خود شور بتن، تکان بتن، اون قسمت دچار زخم میشه. یا یکی مثلا فرض کنین یک نفری که همیشه حالت نشسته داره، نمیتونه مثلا روی پای خود استاد شه و همیشه نشسته است یا همیشه خوابیده است، اون قسمت از بدن دچار زخم میشه و این زخم
اگه پیگیری نشه و واقعا هی گسترش پیدا میکنه، هی بیشتر میشه. و ما اینجا وظیفه ما است که این پانسمان ها رو، این کنترل زخم ها رو در اونا انجام بدیم. همین مبحث کنترل زخم یا پانسمان ها واقعا خودش هزینه های سنگینی داره، داروهای سنگینی استفاده میشه، آنتی بیوتیک های خیلی قوی باید افراد استفاده کنن، یا بیماران معلول های ذهنی که نگاه میکنه اینا داروهای روتینی دارن، آرام بخش های روتین که روی مغز و اعصاب اینا تأثیر میگیره و از او حالتی که دارن برمیگردن در آرامش. یا حداقل اینکه مثلا نگاه میکنی بعضی از این افراد در خانواده چند معلولی هستن، بعضی هاشون حالا معلول جسمی حرکتی هست، بعضی هاشون معلول های ذهنی هستن، که البته الان ما یک سری صنف های گذاشتیم برای خانواده ها، برای کسانی که تازه ازدواج میکنن، بر همشهری های ما که چه کار کنن که فرزندانشون دچار معلولیت نشن. شما کاملا رایگان و مجانی در اختیار کاملا افراد میذارید؟ رایگان هست، کلاس ها صنف ها کاملا رایگان هست، در اختیار خانواده قرار داده میشه که چطور و چه کار باید بکنن که از تعداد افرادی که اینطوری به دنیا میایه کمتر شوه، فرزندان سالمتری متولد شوه. درست. حتی بیشتر که نگاه میکنیم کشورهای در حال توسعه هست بیشتر افراد معلول. بله، چون مراقبت های قبل از بارداری یا در حین بارداری انجام نمیتن، متاسفانه معلولیت مادرزاد بیشتر است. خانم محمدی بزرگوار، در حد یک دقیقه فرصت داریم، شما با توجه به اینکه شما تجربه حضور در یک مؤسسه کمک به معلولین را دارید، برای ما بینندگان عزیز ما در این زمینه و در زمینه ضرورت وجود مؤسسات یا حمایت از مؤسسات حمایت از معلولین گپ بزنید، بسیار تشکر میکنم. واقعا حالا بحث حمایت روحی روانی که توسط پزشکا انجام میشه او به جدا باشه، بیشتر معلولین نیاز به دارو دارن، نیاز به درمان دارن. خیلی از این افراد هستن که با درمان کارشان درست میشه، ولی با توجه به اینکه اینا یک نقص هایی هست که واقعا طولانی مدت هستش، یعنی همیشه با این افراد هست و داروها و خدماتی که در اینا انجام میشه باید توی طولانی مدت باشه، یعنی همون ذهنی ها باید داروهای طولانی مدت اعصاب و روان استفاده وقتی کنن. یک پروسه طولانی مدت میشه، زمان بر میشه، معمولا هزینه بر هزینه هاش هم سنگین است و هم باید همیشه روتین استفاده شه. یا مپسش ناشنوای ما همین مپس سم اکشن واقعا یک چیزیه که هر چند وقت یک بار باید این درست شه. معلولای حرکتی که واقعا بعضی هاشون نگاه میکنیم، ما پرسنل داشتیم که آموزش دیده، خب این رفتن اینا در مکانهای درمانی واقعا خودش سخته که یک پدر مادر چجوری مثلا یک فرزندی که کامل افتاده هست، بله بله، او را هر روز ببرد درمانگاه، هر روز او را کنترل زخم انجام بده، اونا چون دوچار زخم بستن میشن، چه بخواین چه نخواین، اونا باید تشکای مخصوص داشته باشن، تشکای مواج داشته باشن که معلولین اکثر در حال حرکت باشه روی تشک تا بدنشون حرکت کنه، دوچار زخم نشه و هوا وارد شه زیر و پشتشون. پس بنابراین باید مؤسساتی باشن که از این افراد و از خانواده افراد حمایت کنن، مخصوصا بخش درمانی اینا خیلی نیاز به توجه بیشتری داره، چون هزینه های درمانی واقعا توی این یکی دو سال گذشته افزایش داشته. بله، بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم محمدی بزرگوار، بسیار استفاده کردیم. اما بینندگان عزیز و محترم، یک روایت هست از پیامبر عظیم الشان اسلام که در زمینه افراد نابینا میفرمودند که اگر کسی دست یک فرد نابینا رو بگیره برای یک مدت او را به یک مسیری ببره، ثوابی که کسب میکنه آنقدر زیاد است که یک سر سوزن ثوابی بسیار بیشتر است از
ارزش تمام طلاهایی که در سر تا سر کره زمین ممکنه که یافت شوه. عزیزان و بزرگواران، در فرهنگ دینی ما توجه به معلولان، توجه به افرادی که نیازمند هستند بسیار تأکید شده. امیدوارم که امروز فرصتی شود برای که ما و شما با توجه با پشتوانه فرهنگ دینی و مذهبی خودمان به یاد افراد باشیم و سعی کنیم تا جایی که جای داره از ای افراد حمایت بکنیم تا یک زندگی درست و عادی رقم دیگه افراد جامعه داشته باشند. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتان را نگاه کردید بسیار از شما تشکر میکنم. انشاءالله برنامه های آینده را هم از دست نمیدید. به همراه مهمان بزرگوار برنامه از حضور شما مرخص میشم. عزیزان در پناه خداوند مهربان باشید. عليك يا أجمل خلق الله.